بالاخره مسابقه ای که میخواستم ثبت شد. Bloodline مقابل شیمس، کوین اوونز، پیت دان، ریچ هالند. چه مسابقه. درود بچه ها، چطوری نرچه هستم و خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید. آقا قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم من یه سری حرف میخوام بزنم، یه خیلی کوتاه، وقتتون هم نمیگیرم. ما در شرایط خیلی عجیب غریبی هستیم که در همه جای دنیا قفله. فکرم دو روز پیش بود که کودک دیگه ای رو به نام کیان کشته شد. تو ویدیو دیروز ادای احترامی هم کردم واسه شروع ویدیو، با اینکه خب ویدیو واسه هفته قبل ضبط شده بود. چی بگم، خودم اگه حالا بچه که از قدیم من دنبال کنن، قدیم یعنی یه ماه پیش، مثلا خودم طرفدار سرسخت این بودم که آقا ویدیو نگیرید. من واقعا نمیخواستم ویدیو بگیرم تا اینکه دیگه داشت به خود من فشار میومد. بچه من کل حساب باز کردم روی یوتیوب، از اون جایی که خب ما یه چنل داشتیم تا 900 تا روی یه سال سعی زحمت کشیدیم دیم اه به فاک رفت، دوباره اومدیم چنل جدید و باز این چنل داشت دوباره روش میکرد، این هم یه این اتفاقات افتاد، ما یه ما ویدیو نذاشتیم. با خودم گفتم اوکی، من واقعا اونقدر دلی از ته دل دوست نداشتم ویدیو بزنم. گفتم ببین الان اوکی، شاید این داستان 3 ماه طول بکشه، تو 3 ماه هم صبر کن. بعد 3 ماه باز تو 3 ماه طول میکشه که مانیتایز بشی فدن، بعد من تموم میشم اصلا. و خب مشکلاتی که هست، این خنده ها میگه، این خنده من از گریه رمانی دیستانم به خودم همین، مشکلات شخصی من باعث شد که واقعا شروع کنم ویدیو گرفتم. و اگر واقعا ویدیو ها رو نمیبینید، ویو کم میخوره، هر چیزی اصلا کلن، حالا ویو که مشکل خیلی خوبه، عجیبه برای من، ولی اگر هیچ انتظاری من ندارم از شما، چون میدونم اصلا شرایط این نیست که من بیام ویدیو بگیرم، کاملا قبول دارم. میگم اگه نمیبینید از کاملا بهتون حق میدم، کاملا بهتون حق میدم. امیدوارم که نه، الان دیگه میجنگیم و پس خواهیم گرفت ایران رو. و اینم بچه در نهایت بگم، دیگه خیلی میدونم عذر میخوام وقتی رو گفتم، اگه من بچه که تازه به من پیوستن، اگه من یه خورده بی انرژی ام، اگه میبینید یه خورده این مثلا یکی شاید تازه ببینید این چه آدم یوبسی، ما میگم به خاطر این داستانا که سعی میکنیم خیلی محتوا رو خنده‌دار نکنیم، وگرنه به صورت پیش‌فرض همیشه من با انرژی تر و ویدیوها همیشه تیکه های فان توش داره. چه مسابقه ثبت شد، چقدر عالی. تا حالا دیدین در تاریخ من قصد یه چیزی تعریف کرده باشم توی دوبی مسابقه ای که ثبت شد. بچه من توی بررسی کراون جول بود که گفتم که آقا چی میشه رومن و شیمس یه فیود گروهی داشته باشن، یعنی بلاد لاین جدا، کل تیم شیمس شد. حالا من اسم تیم شیمس رو یادم رفت، شیمس و ریچ هالند و پیت دان، که اینا مسابقه بدن چقدر خوب میشه. و خب من گفتم توی کراون جول هم گفتم و در ویدیوی قبلی که داشتم سروایور سریز وار گیمز رو بهتون توضیح میدادم، گفتم که توی گزینه ها خب جاجمنت دی و اوسی داشتیم، گفتم آقا من امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی حالا اونجا نگفتم، ولی واقعا تو دلم بود دقیق باور کنید. گفتم حالا بعد اینکه ویدیو گرفتم چی میشه مثلا ما بلاد لاین رو داشته باشیم، خب کلی بلاد لاین 5 نفره دیگه، که خب احتمالم میدادم واقعا بلاد لاین یه مسابقه وارگیمز داشته باشه، مقابل شیمس هم باشه، ریچ هالند و پیت دان هم باشه، کوین اوونز هم باشه در مقابل سمی زین، درو هم باشه. باورتون نشه دقیقاً همون چیزی که من دوست داشتم اتفاق افتاد و من چقدر خوشم اومد. یعنی واقعاً چه مسابقه، یعنی انقدر از الان برش هایپم. ای کاش این مسابقات رو ما واقعاً توی یکم روزای بهتر میدیدیم که با عشق بشینیم این مسابقات رو تماشا کنیم. انقدر که مردم کل دنیا دارن خیلی بدون هیچ دغدغه‌ای، ما سال 2022 داریم واسه چی ها میجنگیم. چقدر این مسابقه رو من دوست دارم بچه ها، و بالاخره ثبت شد. خیلی چیز عجیب غریبی هم نبود که بگیم مثلا خیلی اتفاق عجیب غریبی، خب گزینه ها میگم همین بود و میتونست خب گزینه های دیگه ای هم باشه. و من ترسم از این بود که میگفتم که به اونوز مصدوم اونه میاد و فلا اینا، ولی بالاخره اومد توی شو راوه جمعه شب اومد، که خب من شو راوه بچه ها ندیدم هنوز متاسفانه. چه وارگیمزی بشه بچه ها، چه وارگیمزی، اصلا برد و باخت برای من مهم نیست توی مسابقه، یعنی چه تیم شیمس چه تیم رومن رینز که همون بلاد لاین میشه، هر کدومش اصلا
فقط میخوام این مسابقه رو ببینم و لذت ببرم. یعنی امیدوار بودم یک کاش یه روزی بود که من بدون هیچ دغدغه‌ای از مملکت میشستم این مسابقه رو میدیدم. خیلی بد اونم وارگیمز، سبکی اون سبک مسابقه، نوع مسابقه‌ای که من بسیار بسیار دوست دارم. خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه. من نگران بودم که رومن مسابقه وارگیمز نده، خیلی دوست داشتم واقعا. کلی اصلا دقیقاً همین مسابقه رو میخواستم و دقیقاً همین رو تحویل گرفتیم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، یعنی خیلی هایپم، خیلی خیلی هایپم برای این مسابقه. امیدوارم که 5 ستاره تحویل ما بدم. حالا نه، ولی یه مسابقه بالای 4 به ما تحویل بدم و ما لذتشو ببریم. خیلی خیلی اتفاق جذابی بود ثبت این مسابقه، خیلی خوش آمد، دمشون گرم. اتفاق دیگه که افتاد و خیلی عجیب غریب بود برای من، از همین الان پوستر رسمی مسابقه Elimination Chamber اومد. پوستر رسمی Elimination Chamber اومد که عکسش رو خوب دارین میبینید. این پوستر رسمیه. چند ماه مونده به Elimination Chamber؟ Elimination Chamber یه پروپریو قبل رستلمنیا توی اکثر مواقع. رستلمنیا که یه فروردینه دیگه. Elimination Chamber من فکر کنم میفته حدود اسفند. یعنی ما TLC رو رد نکردیم، Survivor Series رو اصلا رد نکردیم، Royal Rumble رو رد نکردیم. پوستر Elimination Chamber رو دادن. یعنی میشه مگه؟ چند ماه مونده به Elimination Chamber؟ آذر، دی، بهمن، اسفند، 4 ماه. حالا نمیدونم دقیقا اسفند یاد یا نه، حالا فکر کنم آره دیگه 4 ماه مونده به Elimination Chamber پوستر رسمی میدین. یعنی ولی خب حالا خنده دار بود حرکتشون. ببینیم کیا هستن. عکس ست رو داریم، بابی لشی رو داریم، دیف مورگان رو داریم، درو رو داریم، اوونز رو داریم، بیانکا رو داریم، سمی هم داریم. خبری از رومن نیست، یعنی احتمال بسیار زیاد Elimination Chamber ما رومن رو نداریم، چیزی که اصلا معلوم. هیچ ایده من ندارم بجه Elimination Chamber، چون 4 ماه دیگه است تا جایی که من میدونم. حالا خبر نمیدونم یفی فردا دین آقا Elimination Chamber پروپری بعدی، ولی 4 ماه دیگه است در حالت دیفالتش. چیکو الان پوست رسمی؟ حالا یه ویدیو تبلیغاتی میدادین اوکی، چون اینجوری بوده. مثلا ما پروپری پیش رومون مانیده بنش بود، اینا تبلیغ اکستریم روز میکردن، ولی دیگه پوست رسمی خود عجیبه. ولی فکر کنم تغییر میکنه، 4 ماه زودتر میده. اینم از این، فقط میخواستم ریاکشنمو نشون بدم نسبت به مسابقه‌ای که در وارگیم ثبت شده، مین ایونت. که خیلی این 2 سالی که دارم ویدیو میگیرم واسه هیچ مین ایونتی در یه پروپریو انقدر هایپ نبودم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، نعمتو بودم مسابقه رومن و سینا تو همین لیول. ولی مرسی بچه تا اینجا ویدیو برای من بودید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ببینیم چه اتفاقاتی میفته.